آقای مشیری عزیز، درود بر شما. درود بر شما جناب مهدی گرامی، دوست محترم. درود بر هموطنان گرامی و همزبانان عزیز و دوستان رادیو صدای ایران. بسیار از شما سپاسگزارم. آقای مهدی، عرض کنم در باب این داستان حسنک. آقای مشیری، قبل از حسنک من عرض دارم. جونم، بفرمایید. میخواستم از این فرصت استفاده کنم از شما تشکر کنم به خاطر این یادآوری به شنوندگان و بینندگان برنامه‌های تلویزیونیتون درباره کتاب 120 روایت. همچی که شما می‌فرمایین، به حال از سراسر دنیا زنگ می‌زنن. حالا اگه همون روز چند تا تلفن می‌زنن، روزهای بعدم ادامه داره. نمی‌دونم چه جوریه، مثل که برنامه‌های شما رو چند بار تکرار می‌کنن، نه؟ یه عرض شود که بعد یک بار در واقع یک برنامه زنده است آقای مهدی، یک باز پخشه، بعد این برنامه ها در یوتیوب و سایت مخلص اونجا ضبط میشه، بنابراین همونجا هست و به طور روزمره هموطنان نگاه میکنن. علت این که یک بار زنگ نمیزنن و تداوم داره این هست که در جاهای مختلف برنامه ها رو میبینن. آقای مهدی، به هر حال من خواستم ازتون تشکر بکنم روی خط. خواهش میکنم آقای مهدی، من کاری خیلی ممنونم ازتون، بسیار عالی بودی. خواهش میکنم. من آقای مشیری عزیز، حضورتون عرض کنم که تعداد فکر میکنم 350 تا از این کتاب رو تا کنون توانستم خدمت شنوندگان رادیو و بینندگان شما عرضه کنم که البته 50-60 تاش هدیه بوده. و روی خواستم تشکر کنم. بله، خواهش میکنم. بلکه چند بار. بله بله. آقای موری گرامی، این چاپ کتاب دوم چند نسخه بوده؟ فرمونی 350، بایستی تعدادی هم هنوز در خدمتتون باشه. بله بله، تعدادی هست. بله بله، حقیقتش بله. اینست که چاپخانه نباید اینا رو بگم، ولی میگم دیگه، چاپخانه تمام پول رو میخواد که همه کتاب ها رو ارائه بده، به من بده، بفرست منزل ما یا هر جای دیگه، ولی چون من همه پول رو نداشتم بدم، تکه تکه میدم، اونام تکه تکه پارتی به پارتی میارن. بله. عجب. بله، حالا بفهمید آقای مشیری، عذر میخوام ازتون. و عرض کنم، حالا اشاره فرمودین، من در کتاب نگاه کردم مقالاتش رو، بسیاری از مقالاتش رو خوندم آقای مهدی، بی اندازه مقالات به لحاظ سبک نوشتاری و بلاغت بیان و شیرینی مطلب و عرض کنم که عمق مطلب و زیبایی در واقع در حد کمال هست. من فکر میکنم هموطنانی که این کتاب رو خریداری کردن حتما سودها خواهند برد و مقالات پشت سر هم هست، خسته کننده نیست، بسیار بسیار کار زیبایی بود، هم این کتاب هم کتاب نخستین شما. امیدوارم هموطنان توجه بیشتری بفرمایند و اون بقایارم بقیه عرض کنم که باقی ماندگان کتاب رو هم خدمتون زنگ بزنن و بگیرن از شما. خیلی ممنونم ازتون آقای مشیری عزیز. حالا ازتون تقاضا میکنم که در مورد حسنک وزیر، بله، یه خلاصه از گذشته بفرمایید. بله بله، اجازه بدید آقای مولی، اصولا چون داستان حسنک شد و این مطلب خیلی خیلی مهمی است، اینها مقدمتا عرض کنم که اصولا پیش از این هم عرض کردم که از بعد از روزگار ساسانیان، خب بیگانگان بر مملکت ما حاکم شدن و به جهت این که اینها در واقع تدارک این کار رو نداشتن و تدبیر این کار رو نداشتن، بیشتر بیابانگردان بودن، اینها ایرانیان در خدمت اینها می آمدن و کار اونها با تدبیر و در واقع کیاست و سیاست و فراست ایرانیان قوام میافت و اینها در واقع علی العموم هست، عرض میکنم
چون وقتی که ایرانیان هم به حکومت رسیدن باز وضعیت وزرا چنین بود. یعنی ما اگر نگاه کنیم به تاریخ زندگانی کسانی که به دستگاه قدرت نزدیک شدن، چه در واقع شغل نویسندگی و یا وزارت، اینها بیشتر از جانشون را از دست دادن و واقعا یک فاجعه بزرگی است این تاریخ وزرا. اگر ما نگاه کنیم به این تاریخ شگفت‌انگیز هست، کسانی که در خدمت اعراب در آمدند، بزرگانی مثل عبدالله ابن مقفع که او را تکه تکه کردند و به تنور انداختند، بعد از مشاهیر ایران که جان داده است، ابو مسلم مروی خراسانی که ایشان را هم تکه تکه کردند اعراب، و او کسی بود که در واقع بنی امیه را برانداخت و بنی عباس را گفت و مزد کار او را چنین دادند. بعد خانواده برمکیان رو داریم برامکه که اینها در واقع عقل کل بودن در اداره امپراتوری اسلام، و همونطور که هموطنان میدانن در یک شب هارون بر اینها خشم گرفته و اینها رو سر بریده و اموال اینها رو برباد داده و مصادره کرده. و چنین از احوال وزرای دیگر در ایران، از همین حسنک وزیر بگیریم تا خواجه نظام الملک طوسی که البته او رو عرض میکنم که اسماعیلیان کشتن، و ما خواجه رشید الدین فضل الله همدانی رو داریم، این مرد دانشمند بزرگ ایران دوست، و جوینی رو داریم خواجه شمس الدین، که اینها رو به بهانه های واهی این بیگانگان چون کارشان استوار شده بود و نیازی نداشتند سر بریدند و در واقع شق زدند همدانی رو، سر بریدند و پیکر او رو دو تکه کردند و فرزندان او رو پیش از این که او رو بکشند، و صاف الحضره این مورخ عهد مغول یک شرح بسیار جانکاهی در باب کشتن خواجه رشید الدین فضل الله همدانی دارد. و خواجه شمس الدین جوینی هم عرض میکنم که همچنین تا ما میرسیم خیلی کم بودن وزرا که جان بردن، نظیر فرض فرمایید خواجه نصیر الدین طوسی و اینها، تا میرسیم ما در عصر جدید میرزا تقی خان، عرض کنم فراهانی، اینها، تیمورتاش، اینها همه به دستگاه قدرت نزدیک شدن، در واقع جان باختن. آقای مهری، حسنک نمونه ایست از این وزرای بزرگ ایرانی که خدمت کرده است ویگانگان و سرانجام جان باخته، و پیش از او عرض کنم که ببخشید شاید بهتر کنم بعد از او عرض کنم که فضل ابن احمد هست، فضل ابن احمد اصفراینی، یک مرد بزرگ ایران دوست که با فردوسی دوستی داشت، و در واقع هر کسی با فردوسی در واقع نسبتی داشته نامش در تاریخ به جای مونده، چه در موضع دشمنی با او چه در موضع دوستی با او. عرض میکنم عمده شهرت محمود هم در عصر ما بیشتر به واسطه بیمهریش به حکیم طوسی هست، و این عرض کنم که میمن چیز هم به همین بر فضل ابن احمد اصفرایانی هم به همین دلیل. باری ایشون عرض شد که کسی بود که از وزرای محمود که مراسلات دیوانی رو به زبان پارسی کرد و این بسیار بسیار مهم بود، و بعد گرفتاری ها پیش آمد که در واقع از این حوصله مطلب بیرون هست، و ایشان خودش رو به زندان معرفی کرد و بند بر پای خود نهاد و نامه به محمود نوشت که میتوانی اموال من رو مصادره کنی، و محمود نیز چنین کرد، گفت ما بدین امر راضی نبودیم اما چنین بکنید. این از که رسمم این بود که وزیری که مورد خشم سلطان واقع میشد اموال او رو به نفع سلطان مصادره میکردن، و بعد او رو به زیر شکنجه های چوب گرفتن. و در واقع این وزیر بزرگ فضل ابن احمد که فردوسی در حق به او فرمود کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل ابن احمد است، زیر شکنجه چوب جان داد. و بعد نوبت حسنک رسیده است. فصلی مفصل خوندم در کتابی که به یاد ندارم کدوم کتاب بوده، شاید تاریخ یمینی بوده، که در اونجا میگویند وقتی که محمود خواست وزیر انتخاب بکنه، چون وزارت بسیار بسیار مهم بوده، در واقع پادشاه وقتی وزیر انتخاب میکرد در واقع کارهای مهم کشور و اداره مملکت، سیاست داخلی و خارجی یک سره به دست اون وزیر بود. این است که سلاطین خیلی توجه دارن که چه کسی رو به وزارت
انتخاب کنن. و محمود مدتی می اندیشید در این لیست نام هایی که داده بودن، و حسن میکال، خواجه حسن میکال که به حسنک وزیر مشهور هست رو انتخاب کرد. و بعد در واقع پسران او که جانشینان او میبایستی باشند، اینها دو گونه طرفدار داشتن، یکی پسر او مسعود بود، یکی محمد. سیاست مداران اون روزگار، درباریان، هر یکی به یکی از اینها نظر داشت. و خواجه حسن میکال نظر به پادشاهی امیر محمد داشت و گویا زبان تندی داشته این مرد. گفته است اگر مسعود پادشاه شد مرا بردار باید کرد. و بعد اینها تعدادی از رجال و بزرگان ایران به این حکومت مصر نظر داشتند، بسیار پسندیده بودند این حکومت‌های فاطمی مصر رو. و خواجه احمد حسن هم، ببخشید خواجه عرض کنم که حسن که وزیر هم یکی از اونها بوده. و در اون روزگار خب به هر صورت این امپراتوری اسلام به سه قسمت تقسیم شده بود، یکی حکومت بغداد بود، یکی فاطمیان مصر بودند، یکی هم بنی امیه بودند که در اسپانیا در واقع حکومت گرفتند در اونجا. این است که دشمنهای خونی یکدیگر بودند این فاطمیان، که اینا به سادات فاطمی بودند به قول معروف، اگر چنین چیزی معنی داشته باشد. و کسی نمیتوانست در واقع حیطه قدرت خلیفه بغداد با آنها دوستی بکند. این بسیار بسیار بد بوده از دید خلیفه بغداد و جرمش هم مرگ بوده. این است که حسنک سفر میکند و از سوی یکی از این پادشاهان فاطمی خلعتی میگیرد و زیارت میکند و برای پایبوسی خلیفه به بغداد نرفته و بعد بازگشته به غزنین. و در اون روزگار یکی از اتهامات خیلی خیلی وحشتناک همین قرامتی بودن بود، که در باب قرامته فکر کنم خدمت شما با سخن گفتیم اینجا. و اینها مثل بابیان فرض فرمای روزگار ناصرالدین شاه و هر شبه هر کسی رو میخواستن بکشن یا بردار کنن یا اموالش رو بگیرن، این اتهام قرامتیگری خیلی اتهام بدی بوده در روزگار. این است که خلیفه نامه می نویسد به محمود که بله این حسن قرمتی است و او رو بردار باید کرد. و محمود به واسطه علاقه مفردی که به این حسن اکداش فریاد کرده و سخنش خیلی مشهوره که این خلیفه خرف شده و بغداد را زیر پای پیلان اندازم. از این صحبت ها که ابوالفضل بیهقی میگوید این سخنان پادشاهانه نبود و من آمدم نامی به خدمت خلیفه نوشتم، چنان که زیر دستان به پادشاهان یا بردگان به امیران، یعنی نفوذ خلفا حتی در یک امپراتوری مثل محمود که می توانسته است با یک حرکت این بغداد رو متصرف بشه چنین بوده. و اینها مشروعیت می خواستن، در واقع مشروعیت رو برای پادشاهی و امارت از خلیفه می گرفتن. کم بودن کسانی که طغیان کردن، مرد بزرگی مثل یعقوب که اون فرمان رو شمشیر خیش میدانست و نه بماند. باری نامه نوشتند و اینها. و بعد که محمود در گذشته خلاف پیشبینی حسنک وزیر مسعود پادشاهی رو گرفته و در کار او تخلیط کردند به قول قدیمی ها، و کار به اونجا رسید که حسنک رو دستگیر کردند. و خواجه احمد حسن میمندی که خیلی خیلی سیاستمدار بزرگی بوده و نام او هم در افسانه ها در ارتباط با فردوسی به نیکی نرفته و او یکی از دشمنان فردوسی می دانند و کسی که در کار او بدگویی کرده و حسادت کرده و در واقع نگذاشته است محمود اون چه شایسته فردوسی بود در باب او انجام بده. بنابراین در روزگار خواجه احمد حسن میمندی این حادثه بردار کردن حسن اتفاق افتاده است و روزگار سلطان مسعود غزنوی و خواجه بوسهل زوزنی رو هم نام بردیم که دشمنی خیلی 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 بدی با حسن داشت و او رو گرفتن و تحویل این مرد واقعا ناجوان مرد دادن و چند ماهی در زندان او بود و انواع عذابها در حق او میکرد، تا جایی که قرار شد که در واقع خواجه احمد حسن میمندی اموال حسن رو
در واقع روی ثبت بکند و به امضای او برساند و اندکی در واقع پول نقره میدادند که یعنی کار حلال است. بنابراین محکوم رو حاضر میکردند و با صدای بلند وزیر بزرگ در واقع مایملک این مرد رو نام میبرد در حضور بزرگان و او تصدیق میکرد که بله اینجا مال من است، اینجا مال من است، در اختیار من است و بعد نامه مینوشتند و امضا میکردند و در ازای اون یکی دو درهم شاید به اون محکوم میدادند و اون اموال رو برای پادشاه ضبط میکردند و اون مرد رو به قتل میرسوندند. مطلب تا اونجای خدمت هموطنان خواندم که جلسه برقرار شد و این بوسهل زوزنی که نامش بسیار بسیار بد رفته در تاریخ و لعنت ابدی رو با این رفتار برای خود خریده در اونجا حاضر بوده و مرتب فحش میداده و توهین میکرده. اینها ما تا اونجا خواندیم که عرض کنم که میگوید بوسهل را طاقت برسید، یعنی طاقتش تمام شد، گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد. به فرمان امیرالمومنین چنین گفتند، چون خواجه احمد حسن احترام کرد از جای برخاست و این عبارت خیلی خیلی مشهور شد از زبان فارسی، چون این بوسهل زوزنی بلند نشد تمام بلکه نیمه کاره اندکی بلند شد و خواجه احمد حسن گفته است تو در همه کار ناتمامی و اینجا به خشم آمده و یک مرد فرصت طلب بسیار بسیار رذلی بوده. حالا میخوانیم ببینیم چه کرد با سر حسنک در ادامه داستان. میگوید که به فرمان امیران چنین گفتن خواجه به خشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانم که بوده است، خاندان من و اون چه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند، جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز از جد رسیده است کس باز نتواند داشت که بردار کشند، که بردار کشند یا جزدار که بزرگتر از حسین علی نیم. این خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است، اما حدیث قرمتی به هزین باید که او را بازداشتند بدین تهمت نمرا و این معروف است من این چیزها کنم. در واقع از بزرگواری که داشته این دشنام ها را به خودش نگرفته، اما پاسخی سخت دندون شکن به این بوسهل زوزنی داده است و گفته است که من قرمتی من نمیدانم که چیست و این آقا که به من داره اینجا فحاشی میکنه زمانی به جرم قرمتی بودن او را گرفته بودم و این در سرای من ایستاده بوده و برای من شعر هم گفته بوده و بعد میگوید که از حسین علی بهتر نیم. و عرض کردم آخرین عبارت که عرض کردم اینجا خدمت شما این بود که این معلوم میکند که ایشان شیعه بوده، که حالا باید توجه بکنیم که شیعه بودن در روزگار محمود با شیعه بودن در روزگار خمینی اینها خیلی خیلی تفاوت دارن، یکی نیستن. خب بله، بعد در ادامه میخونم خدمتتون. بله، بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرادشنام خواست شد. خواجه بانگ برو زد و گفت این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست، ما کاری را اینجا گرد شده ایم، چون از این فارغ شویم این مرد 5-6 ماه است تا در دست شماست، هر چه خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت و دو قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاء حسن را به جمله از جهت سلطان و یک یک ضیاء را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد. یکی یکی اموالش رو املاکش رو نام می بردند و او اقرار می کرد، تصدیق می کرد که علی ظاهر قانونی باشه و شرعی باشه و اقرار کرد به فروختن آن به تو و رغبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز علی الرسم فی امثالها. چون از این فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت و وی رو به خواجه کرد و گفت زندگانی خواجه بزرگ دراز باد. اینجا قبل از اینکه حسنک را باز برگردانم به زندان، البته به شعری که خوندم تمام اموالش رو
شرعن واگذار کرد، یک دو سه درهمی هم شاید به او دادن. همونجه که میگوید، وقتی میگوید سیم مخصوص درهم است، چون پولها بر دو نوع بوده، اتفاقا سکه های روزگار محمود بسیار هست، کشف میشود مرتب در افغانستان و اینها، که در دو جا این سکه ها ضرب میشده، یکی در نشابور بوده، یکی هم در هرات بوده، و اینها به دو نوع بوده، یکی دینار بوده که حدود 4 گرم 3.5 تا 4 گرم طلا داشته، یکی هم در واقع درهم بوده که پول نقره بوده، یه پول نقره میدادن و همه اموال او رو میگرفتن. بعد که میخوام ببرنش، رو میکنه به حاج احمد حسن و در واقع به قول امروزی ها حلالیت طلب میکنه. میگوید که زندگانی خواجه بزرگ دراز باد، روزگار سلطان محمود به فرمان وی، به فرمان وی در باب خواجه ژاژ میخواهیدم که همه خطا بود، جز از فرمان برداری چه چاره بستم. میگوید چیزهایی که من در حق شما میگفتم در زمان محمود به فرمان او بود، منم فرماندار بودم، فرمان برام چاره نداشتم، وزارت مرا دادند و نه جای من بود، و به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخته داشتم. پس گفت من خطا کردم، به هر عقوبت هستم که خداوند فرماید، ولیکن خداوند کریم است، مرا فرو نگذارد، و دل از جان برداشتم، از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت، و خواجه مرا بهل کند، ببخشید، و خواجه مرا بهل کند و بگریست، و حاضران بر وی، حاضران را بر وی رحمت آمد، و خواجه آب در چشم آورد و گفت از من بهلی و چنین نومید نباید بود، که بهبود ممکن باشد، و من اندیشیدم و پذیرفتم. از خدای عزوجل اگر قضایی است بر سر وی، قوم او را تیمار دارم. میگوید من تو رو بخشیدم، شکایتی ندارم. و گفت که اگر قضایی بر سر حسن بره، یعنی اگر او رو به دار بکنن فردا اینها، قوم او را تیمار دارم، یعنی زن و بچه او رو نگهداری میکنم، همون گونه که حسن در حق ایشان من کرد. خیلی عذر خواهم. بله، میگوید قوم او رو تیمار دارم. بسیار خوب. حالا از اینجا داستان واقعا خیلی حساس‌تر میشه. و چون همه بازگشتند و برفتند، خواجه بوسهر را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت بر صفرای خیش بر نیامدم، یعنی جلوی خیش را نتونستم بگیرم، و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدن، یعنی به امیر مسعود، سلطان مسعود گزارش کردن که این آقا به خیلی بی‌تربیتی کرده و توهین کرده به حسنک، و امیر بوسهر را بخواند و نیک بمالید، یعنی خیلی به خفت داد، که گرفتن که بر خونه این مرد تشنه‌ای، مجلس وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی داشت. بوسهر گفت از آن ناخیشتن شناسی که بی با خداوند در هرات کرد، در روزگار امیر محمود یاد کردن، خیشتن را نگاه نتوانستن داشت و بیش چنین سهمی نیفتد. یه چاپلوسی خیلی نامردانه کرده که قربان، وقتی که ما در خدمت در زمان محمود به حضرت عالی توهین میکرد، من به خاطر اون توهینها نتوانستم جلو خودم رو بگیرم. از این دست چاپلوسی ها در عصر جدید هم ما بسیار دیدیم در دربار بزرگان. این یک مغالطه واقعا خیلی خیلی احمقانه است. بله، نتونستم و چنین سهوی نرفتن. گفت بعد از این دیگه بی احترامی نمی کنم. حالا ببینید بعد چه کرد. و از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم، که این یکی از بزرگان عصر مسعود بوده، که این شب که دیگر روز حسنک را بردار می کردن، بوسه نزد پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت چرا آمده ای؟ گفت نخواهم رفت تا اونگاه که خداوند نخسبت، که نباید رقعی نویسد در باب حسنک به شفاعت. به شفاعت پدرم گفت بنوشتمی، اما شما تباه کرده اید و سخت ناخوب است و به جایگاه رفت. میگوید که خواجه عبدالرزاق گفت که شبی که پردا قرار بود حسنم دکنه، این بوسه علامت منزل ما پیداست که عبدالرزاق پدرش مرد بزرگی بوده. میگوید که آمد اونجا، گفت آقا برای چی من اینجا بخوابی؟ گفت آمدن که شما نامه ننویسین که شفاعت حسنک رو بکنید. گفت من می نوشتم واقعا، شفیع می شدم، ولی شما خراب کرد. این داستان در زمان ناصرالدین شاه آقای مهدی گرامی در حق میرزا طی‌خان امیرکبیر اعمال شده، با اندک تفاوتی، یعنی وقتی که ناصرالدین شاه رو
مست کردن و در مستی یک جوان خامی بود ناصرالدین شاه. بهار میگوید ناصرالدین شاه جوانی بود نادانسته کار، آمدند و حکم قتل میرزا طهی‌خان رو از او گرفتن و بعد این شخصی قرار به قتل رو انجام بده در منزل خودش نگه نداشتن، بلکه بردن در جای دیگر که اگر ناصرالدین شاه از مستی باز آمد و پشیمان شد نتوانند، اتفاقا گویا چنین هم شده، نتوانند او رو پیدا بکنند و بگویند او رفته است و عرض کنم که به کاشان. این عین همون ترفند بوده تقریبا. و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک پیش گرفتند و دو مرد پیک راز کردند با جامعه پیکان که از بغداد آمدند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در اون دیار نبرد. میگوید با حق بازی و به دروغ دو مرد پیک راست کردن، یعنی دو نفر لباس عرض میکنم که پیکان فرستادگان پوشیدن، که یعنی اینا از طرف خلیفه آمدن که عرض کنم که مستردن که ایشون باید به دار کرد، دار کشید که عبرت سایرین بشود که کسی دیگه با مصریان هیچ ارتباطی نداشته باشه و از این کارها نکنه که حسنک کرد. بله بله. بعد میگوید که و چون کارها به ساخته آمد دیگر روز چهارشنبه دو روز مانده از سفر امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان و در شهر خلیفه شهر را فرمود داری زدن بر کنار مصلای بلخ فرود شارستان و خلق روی اونجا نهاده بودند و بوسهل زوزنی برنشست و آمد تا نزدیک دار و بالای ایستاد و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیاورند. چون از کران بازار عاشقان در آوردند و به میان شارستان رسید و میکائیل به دنجای اسب داشته بود پذیره وی آمده و او را مباجر خواند و دشنام های زشت داد. میفرماید که سلطان گفت کنار مصلای بلخ دار زدن و بعد حسنک را آوردن، یک اسب آورده بودند که ایشون را سوار بکنن و میگوید که این بوسهل زوزنی آمد سوار شد و آمد و رفت به کنار این امیر حسنک وزیر بزرگ روزگار محمود و او رو مواجر خواند. مواجر بدترین فحش روزگار در واقع همون قرن چهارم اینها بوده، به معنی شخص مفعول، در واقع در لغت به معنی اجاره دهنده است، یعنی کسی که بدنش رو کرایه میده. او را مواجر خواند و دشنام‌های زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم او را لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد و اون زشت ها که بر زبان راند و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه کنند. و پس از حسنک این میکائیل که خواهر ایاز را بزنی کرده بود بسیار بلاها دید و مهنت ها کشید و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول است. چون دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتند و حسنک را به پای دار آوردند نعوذ بالله من قضاء سوء و دو پیک را استانیده بودند که از بغداد آمده بودند و قرآن خوانان قرآن می‌خواندند. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش. جامه بیرون کش یعنی لخت شو در واقع، در حد عفت البته. وی دست اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد. دست اندر زیر کرد یعنی دست از زیر پیراهن و بند ازارش بند شلوارش رو محکم کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید، در واقع لباسی که رو پوشش بود و پیراهن رو کند و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بیستاد و دست ها در هم زده، تنی چون سیم سپید و روی چون صد هزار نگار و همه خلق به درد می گریستن. خب این صحنه که بیهقی برای ما نقل می کنه از انعکاس احوال در واقع حسنک در مردم و بی‌حرمتی ها پیداست که دوستان بسیار داشته و مردم بین مردم محبوب بوده
بله میگوید که روی تنی چون سیم سپید و روی چون صد هزار نگار و همه خلق به در میگریستند. خودی روی پوشی روی پوش آهنی بیاوردند، خودی روی پوش آهنی بیاوردند عمدا تنگ، چنان که روی سرش را نپوشیدی و آواز دادند که سر و رویش را بپوشند تا از سنگ تباه نشود، که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزد خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند و در میان و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان می گوید این آرزوی توست که خواسته بودی. حالا اینجا در واقع مسعود برگشته انتقام بگیری، این آرزوی توست که می خواستی، یعنی یادت میاد که وقتی من ولیعهد بودم تو می خواستی امیر محمد پادشاه بشه، حالا گفته بودی من تو رو به دار بکنم، این همون چیزی که می خواستی. در واقع این دیگه توهین خیلی بدی بوده. آقای مهری می گوید که خواسته چون پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت می‌خواستیم کرد، اما امیرالمومنین نوشته است که تو قرمطی شده ای و به فرمان او بردار می‌کنند. حالا اینجا هم توهینشو کرده هم یه دروغ شاخدار هم گفته آقای امیر مسعود، یعنی ما تو رو بخشیدیم با اینکه به ما توهین کردی و می‌خواستی که اینو چنان کنی برادر ما رو شاه کنی، ولی فعلا ما تو رو بخشیدیم و این خلیفه است که داره تو رو بردار می‌کنه. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را بدان بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو، دم نزد و از ایشان نیندیشید و هر کس گفتند که شرم ندارید مردی را که میکشید و بدار چنین میبرید. و خواست که شوری بزرگ به پا شود، سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود نشانیدند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. خب این وجهی که اعدام میکردن یا در این حالت بوده سنگسارم میکردن جان؟ سنگسارم میکردن. بله دیگه اینجا گفتن که سنگسارم و به خاطر هم به همین دلیل هم گفتن که یه خود آهنی به سرش بگذاریم که ما سرش رو به سلامت میخوایم به بغداد بفرستیم، که دروغ میگفتن. که البته اینجا میگوید که جلادش استوار ببست، یعنی دستاش رو پشت ببست و رسن فرود آورد، یعنی اون تنابدار رو به گردنش انداخت و گفتن سنگ دهید، یعنی سنگ بزنید، نه تنها دار میکشید سنگ هم بزنید. اینجا خیلی نکته جالبه هست آقای مهری. بله میگوید جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادن که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار می گریستند. خاصه نشابوریان پس مشتی رند را زر دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده و خفه کرده. خدمت شما عرض کنم که اینجا یک مطلبی هم همیشه به خاطر من هست آقای مهری، در این باب این سنگ زدن ها و اینها، این داستانی که ما میخوانیم به هزار سال پیش راجع هست. آقای مهری میگوید مردم آمده بودن اونجا، فرمان خلیفه هم بود، اما کسی دست به سنگ نمی کرد. امروز که هزار سال گذشته و هزار سال مدنیت ما قاعدتا باید پیشتر آمده باشه، هر زن بدبخت بیچارهی اینی مردی رو میبندن میبرن و سنگسار میکنن، ما دیده این که این هموطنان ما، این هموطنان نادان ما، جاهل ما در واقع با چه میل و رغبتی آقای مهری، وحشتناکه. این سنگ هایی که اینا با کامیون میارن جمع میکنن و چنان میزنن که گویی در بهشت از شکستن استخوان این زن بیچاره برپا میشه. میگوید که عرض شود که گفت سنگ دهید سنرن و مشتی رند را سیم دادن. این واژه رند هم در قدیم به معنای گویا اراذل اوباش بوده که بعدها در عرض میکنم ادبیات عرفانی یک شخصیت فوق العاده ای گرفته نزد حافظ و دیگر بزرگان متصوفین، اما در اون روزگار نشان میدهد که معنی اراذل اوباش داشته. یه بار عبارت رو میخونم. آواز دادن که سنگ دهید، هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار می گریستن، خاصه نشابوریان
پس مشتی رند را زر دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسول رسن به گلو افکنده بود و خفه کرده در واقع خفه شده بود. این است حسن و روزگارش و گفتارش رحمت الله علیه. این بود که خود به زندگی گاه گفتی که مرا دعای نیشابور نیشابوریان بسازد و نساخت، و اگر زمین و آب و مسلمانان به قصد بستدند نه زمین ماند بدو و نه آب، و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سودش نداشت. او رفت و اون قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند رحمت الله علیهم. و این افسانه ایست با بسیار عبرت، و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادن، احمق مردی که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زش با ستاند. بعد اینجا چند شعر آورده است از عرض میکنم که رودکی و دیگران، و خیلی خیلی مطلب جالب است. حالا اجازه بدید در باب ناجوان مردی این بوسهل زوزنی فصلی دارد که بخوانم اگر وقت از آقای مهری. این شنیدنیست. پنج دقیقه وقت داریم آقای مشیری عزیز، پنج دقیقه وقت داریم با اجازه. پنج دقیقه، خب تا پنج دقیقه، تا به اندازه پنج دقیقه من میخوانم. شما هر موقع وقت تمام شد لطفا بفرمایید که من کوتاه کنم. خواهش میکنم. میفرماید چون از این فارغ شدن بوسهل و قوم از پایدار بازگشتند، یعنی آقای بوسهل زوزنی با در واقع اعوان انصارش، و حسنک تنها ماند چنان که تنها آمده بود از شکم مادر. و پس از آن شنیدم از بلحسن خربلی یا مربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل که یک روز شراب میخورد، یعنی بوسهل نشسته بود و شراب میخورد، و باوی بودم مجلسی نیکو آراسته و غلامان بسیار ایستاده و مطربان همه خوش آواز در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه. در واقع مکبه اینجا به معنی روپوشه، در واقع میگه که ما با این شراب بخوردیم، مطربان بودن و چنان. این گفت که بود که سر حسنک رو ورده بودن توی سینی گذاشتن روش پوشونده بودن. خب عرض شد که پس گفت نوباوهی آوردن، یعنی نوبری آوردن که بخوریم. نوباوهی آوردن از آن بخوریم، همانگان گفتن بخوریم. گفت بیاورید. اون طبق بیاوردن و از دور مکبه برداشتن. چون سر حسنک را بدیدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم، و بوسهل زوزنی بخندید و به اتفاق شراب در دست داشت. به اتفاق یعنی اتفاق را از اتفاق به بوستان ریخ و سرباز بردن، و من در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم. گفت ای ابوالحسن تو مردی مرغ دلی، یعنی تو بی‌جرأتی، سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار ملامت کردند بدین حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنک را بردار کردند استادم بوسگونست، یعنی ابونصر مشکان، روزه به نکشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم، و میگفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر همین حال بود و به دیوان ننشست، و حسنک قریب 7 سال بردار بماند چنان که پایهایش همه فرو تراشیده و خوش شد چنان که اثری نماند، تا به دستوری فرود گرفتند و دفن کردند چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تنش کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنیدم که 2-3 ماه از او این حدیث پنهان داشتند، و چون بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود اون جهان، و ماتم پسر سخت نیکو بداشت، و هر خردمند که این بشنید بپسندید. و جای اون بود و یکی از شعرهای خراسان نیشابوری این مسیح بگفت اندر ماتم وی، که 2 بیت هم از شاعر خراسان آورده و از مادر حسنک یاد کرده که چه زن دلاوری بوده و چگونه در واقع مرثیه گفته است بر مرگ پسر. آقای مشیری واقعا عجب تراژدی. این یک کارگردان درخشانی در حد بیهقی میخواد، با همون اندیشه بیهقی که از این یک فیلم بسازه. واقعا بله استاد، بخشنم که در هنر نویسندگی مهمترین مطلب تجسم معنی است، در واقع تجسم معانی. اینجا این استاد اون
پیداست که خود او درد کشیده در باب این کار. و این چون نیک بنگریم یکی از پرتأثیرترین قطعات ادبیات فارسی است و فکر نمی کنم که هزار بار هم که انسان این رو بخواند به خصوص با صدای بلند بتواند جلوی تأثیر خودش رو بگیره. آقای مشیری عزیز، ما کی دیگه در خدمتتون خواهیم بود؟ هفته آینده؟ آقای مشیری هفته آینده، نه هفته آینده، یعنی دو هفته دیگه خدمت. بسیار عالی، خیلی ممنون از تو محبت. قربان شما، قربان شما، کم نشین. شب روزتون خوش.